اجازه بدید بپردازیم به, به درس هشت از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن. The time The time Time همونطور که میدونید یعنی ساعت یا زمان The time The time Excuse me. Excuse me. Excuse یعنی مورد اف قرار دادن یا بخشیدن یا بهون آوردن. Excuse me یعنی مرا ببخشید. خیلی راحت ببخشید. معذرت میخوام وقتی که شما بخواید درخواستی از فردی داشته باشید در ابتداش از این عبارت استفاده میکنید برای اینکه توجه طرف رو جلب بکنید یا اینکه ازش عذرخواهی بکنید برای اینکه درخواستی داشته باشید یا چیزی ازش بخواید وقتی که شما میگید اکسکیوز می توجه طرف شما جلب میشه و میتونید جملتون رو بگید اکسکیوز می اکسکیوز می What time is it, please? What time is it, please? What یعنی چه یا چگونه time یعنی زمان is یعنی است it اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه please با این تلفظ please و نه please 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 یا هر چیز دیگری please بین P و L صدایی وجود نداره ما هم صدای اضافه نمی کنیم Please What time is it please یعنی لطفا میشه بگید ساعت چنده لطفا ساعت چنده What time is it please What time is it please What is the time? What's the time? What یعنی چه یا آن چیزی یا چگونه is یعنی است the time یعنی اون ساعت مشخصی که دارم در موردش صحبت میکنم در واقع ساعت رو میخواد بپرسه و عبارت دیگری که برای پرسیدن ساعت و زمان میتونید استفاده بکنید این عبارت هست What's the time؟ یعنی زمان چه موقع است؟ ساعت چنده؟ What's the time؟ What's the time? Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Could you, يعني آیا میتونیت شما یا آیا برایتون ممکنه که چیکار کنیم? Tell, بگید. به چه کسی? Me, be man. Could you tell me یعنی آیا ممکنه براتون به من بگید the time please زمان رو لطفا Could you tell me the time please یعنی لطفا میشه زمان رو به من بگید وقت رو به من بگید این هم عبارت دیگری است برای اینکه بخواید ساعت رو از فردی بپرسید Could you tell me the time please Could you tell me the time please Thank you very much. Thank you very much. Thank you یعنی از شما سپاسگزارم از شما ممنونم در مورد تلفظ th در thank you دقت بفرمایید زبونتون زیر یا پشت دندونهای بالا و سعی میکنید بگید س س س سارا س در ابتدای سارا و اگر بخواید th در thank you رو درست تلفظ بکنید به این صورت میشه thank you Thank you. Thank you یعنی از شما ممنونم از شما سپاسگزارم. Very much یعنی بسیار زیاد. Very much یعنی بسیار زیاد. دقت بکنید دوستان زمانی که میخواید وی در very رو تلفظ بکنید نیش دندونهای بالاتون لب پایین رو باید بگزه و تماس برقرار بشه. میشه very very much. Thank you very much یعنی بسیار سپاسگزارم بسیار ممنونم. حالا شما ساعت را از طرف پرسیدید و طرف مثلا یه ساعتی به شما اعلام کرده و شما میگید Thank you very much یعنی بسیار سپاسگزارم. Thank you very much Thank you very much It is one o'clock It's one o'clock. O'clock. O'clock یعنی دقیقا یکه. یعنی این اونور نداره. It's one o'clock. یعنی دقیقا ساعت یکه. دوستان در مورد تلفظ o'clock دقت بکنید. نگفتم o'clock یا o'clock یا, یا هر چیز دیگری. O'clock. به هم چسبیده میشه و به این صورت تلفظ میشه. O'clock. It's one o'clock. یعنی ساعت یکه. It's one o'clock. it's 1 o'clock it's 2 o'clock it's 2 o'clock 2 yani do it's 2 o'clock yani saat do it's 2 o'clock it's 2 o'clock It's three o'clock. It's three o'clock. Three با این تلفظ که زبون زیر دندونهای های بالا یا پشتش سعی می کنید بگید سه سه سارا میشه three three it's three o'clock یعنی ساعت سه it's three o'clock it's three o'clock What time is it, please? What time is it, please? بسیار خوب دوستان تا اینجا تقریبا بیان ساعت رو یاد گرفتیم. حالا میخوام که یه تمرین اینجا داشته باشیم. من از شما میپرسم میگم که What time is it please? یعنی ساعت چند لطفا. What time is it please? It's half past five It's half past five. Half یعنی نصف یعنی نیمه پست یعنی گذشته 5 یعنی پنج هفت past 5 یعنی نصف از پنج گذشته یا نیم از پنج گذشته که خیلی راحت میگیم ساعت پنج و نیمه It's half past five یعنی ساعت پنج و نیمه یا نیم ساعت از ساعت پنج گذشته It's half past five It's half past five. It's half past eleven. It's half past eleven. Half past همونطور که گفتیم یعنی نیم ساعت گذشته 11 یعنی 11 It's half past 11 یعنی ساعت 11 و نیمه یا اینکه نیم ساعت از ساعت 11 گذشته It's half past 11 It's half past 11 3 o'clock in the morning 3 همونطور که گفتیم یعنی 3 o'clock یعنی دقیقا ساعتی رو میخوایم بیان کنیم که خورده نداره in یعنی در the morning یعنی صبح 3 o'clock in the morning یعنی ساعت 3 صبح که اگر توجه بکنید با AM هم نمایش داده میشه یعنی قبل از ظهر 3 o'clock in the morning Three o'clock in the morning, yeah, 3 a.m. Five o'clock in the afternoon. Five o'clock in the afternoon. 5 یعنی پنج اوکلاک یعنی ساعتی رو میخوایم اعلام کنیم که خورده نداره 5 o'clock یعنی ساعت 5 این the afternoon یعنی بعد از ظهر afternoon کلمه است که از ترکیب دو کلمه نون یعنی ظهر و after یعنی بعد از یا پس از ساخته شده و afternoon یعنی بعد از ظهر the afternoon the برای حرف تعریف اومده حالا چرا نگفتم the afternoon دوستان هر وقت در انگلیسی بعد از THE به کلمه برخوردید که حرف ابتداش صدادار گفتاری است یعنی در اینجا ا در افترنون که یک حرف صدادار گفتاری است این یک قانون است که باید رعایت بکنیم تی به صورت the دیگه تلفظ نمیشه میشه ذی پس اینجا میشه the afternoon five o'clock in the afternoon. یعنی ساعت پنج بعد زهر. Five o'clock in the afternoon. Five o'clock in the afternoon. It is a quarter to two. It's a quarter to two. A quarter یعنی یک روب یا یک چهارم و طبیعتا یک چهارم ساعت میشه پونزده دقیقه It's a quarter to two یعنی یک چهارم به دو مونده که در واقع میشه یک روب پونزده دقیقه یک روب به دو مونده It's a quarter to two یعنی ساعت یک و و پنج دقیقه است یا یک روب به دو مونده It's a quarter to two It's a quarter to two. It's a quarter past seven. It's a quarter past seven. Quarter ham تورکی گفتم یعنی یک چهارم که در مورد ساعت میشه یک روب. past یعنی گذشته seven یعنی هفت. It's a quarter past seven. Yani, یک روپ از ساعت هفت گذشته. یا ساعت هفت و روبه. It's a quarter past seven. It's a quarter past seven. It is half past three. It's half past three. Half یعنی نیمه. Past یعنی گذشته. It's half past یعنی نیم ساعت گذشته. از چی؟ از 3 از سه. It's half past three یعنی نیم ساعت از ساعت سه گذشته یا خیلی راحتتر ساعت سه و نیمه. It's half past three. It's half past three.

It's 2523 It's 2523 25 یعنی 25, 25 2 یعنی ب 3 یعنی س It's 2523 یعنی 25 دقیقه به 3 مونده که در واقع میشه گفت ساعت 2:35 دقیقه است It's 2523 It's twenty-five to three. It's twenty past eleven. It's twenty past eleven. Twenty, yani beast, past, yani gozashte. eleven, yani Yozda. It's twenty past eleven, yani Saat. 20 دقیقه از 11 گذشته است یا خیلی راحت 11 و 20 دقیقه است. It's 20 past 11. It's 20 past 11. It's 18 past 4. It's 18 past 4. 18 یعنی 18 past یعنی گذشته یعنی 4 یعنی چهار it's 18 past past4 یعنی 18 دقیقه از چهار گذشته یا خیلی راحت تر ساعت چهار و 18 دقیقه است it's 18 past 4 it's 18 past 4 It is ten to nine. It's ten to nine. Ten یعنی ده. تو یعنی به. Nine یعنی نو. It's ten to nine. یعنی ده دقیقه مونده به ساعت نو. یا به عبارت دیگه یعنی ساعت هشت و پنجاه دقیقه است. It's ten to nine. It's ten to nine. it 6:25 it 6:25 6 یعنی 6. دوستان دقت بکنید نگفتم 6 یا نگفتم 6 okay? پس میگم 6 بین ای و ای 25 یعنی 25 it 6:25 یعنی ساعت 6 و, بیست و پنج It's 25 دقیقه است it 6:25 it's 6:25 it's 8:05 oh, it's 8:05 8 oh, یعنی هشت 5 یعنی پنج او oh, برای بیان صفر از او oh در انگلیسی استفاده میشه 8:05 oh, یعنی ساعت 8 و 5 دقیقه است 8 صفر 5 پس برای بیان صفر در انگلیسی یکی از راهاش اینه که بگیم او او 5 یعنی صفر پنج ایت oh یعنی هشت صفر پنج وقتی که میگیم ایت 805 oh یعنی ساعت هشت و پنج دقیقه است ایت 805 ایت It's two thirty-four. It's two thirty-four. Two K yani do, thirty yani si, four yani chahar. Thirty-four yani siyo chahar. It's two thirty-four yani so at do siyo chahar de rest. It's two thirty-four. It's two thirty-four. A minute has 60 seconds. A minute has 60 seconds. A minute یعنی یک دقیقه. دوستان در مورد تلفظ منیت دقت بکنید. نمیگم منیت یا مینت. منیت بین ا و ای. منیت یعنی دقیقه. has یعنی دارد. چرا نگفتیم have؟ برای اینکه has برای سوم شخص استفاده میشه و در اینجا a minute در ساختار گرامری سوم شخص حساب میشه a minute has یعنی یک دقیقه داره 60 یعنی شست second یعنی ثانیه seconds یعنی ها a minute has 60 seconds یعنی یک دقیقه 60 ثانیه داره a minute has 60 seconds A minute has sixty seconds. An hour has sixty minutes. An hour has sixty minutes. An hour yani yik so at. Hop nuktibus your hub in Joderi. An hour yani yik so at hour yani so at so at as Nazaramut Zamoni. حالا چرا نگفتیم اور دلیلش این است که صدای گفتاری که در ابتدای اور قرار داره با توجه به اینکه اچش خونده نمیشه و اور داریم میگیم یعنی ساعت صدادار گفتاری است. یعنی ا در اور یک حرف صدادار گفتاریه و برای حروفی که صدادار گفتاری باشن ما از آرتیکل ای استفاده میکنیم ان اور یعنی یک ساعت has دارد چرا نگفتیم دا هاف برای اینکه ان اور از نظر ساختار گرامری سوم شخص حساب میشه ان اور هاز یک ساعت دارد 60 یعنی 60 منت دقایق An hour has 60 minutes یعنی یک ساعت 60 دقیقه داره. An hour has 60 minutes. An hour has 60 minutes. A day has 24 hours. A day has 24 hours. A day یعنی یک روز has یعنی دارد او یه سوم شخص و در اینجا a day از نظر ساختار گرامری سوم شخص حساب میشه. 24 یعنی 24 hours یعنی ساعت ها همونطور که گفتیم تلفظش hour hour نیست اچش خونده نمیشه hours یعنی ساعت ها a day has 24 hours یعنی یک روز 24 ساعت داره a day has 24 hours a day has 24 hours بسیار خوب دوستان به تمرین رسیدیم دقت بکنید این درس یادگیریش بر اساس تمریناتی که شما انجام میدید طبیعتا باعث خواهد شد که در ذهن شما حک بشه پس در قسمت کامنت چند تا ساعت مختلف رو بیان بکنید و من از شما میپرسم What time is it please؟ شما در قسمت کامنت لطفا زمان رو بنویسید و هنگامی که دارید می با صدای رسا بیان بکنید تا در ذهن شما حک بشه و خوب بتونید یاد بگیرید بسیار خوب همراهان گرامی به انتهای درس هشت از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مستاپ خوردن رسیدیم